به نام صحنه‌گردان خلقت، یادداشت سردبیر. هنر تئاتر ذاتی نقاد دارد و منتقد است، راجع به فکر میپرسد و اندیشه را به هم‌آوردی میطلبد و تمامی حوزه‌های مختلفی که با انسان سر کار دارد را مورد مداقه قرار میدهد. پس دور از انتظار نیست هنرمندان و مدیران فعال این عرصه را از نقد پذیرترین ها دانست و گفتگو را با آنها میسرتر دید و از گفتگو پیرامون مسائلشان با خودشان و نقد رابطه و نسبت هنرشان با مردمان دیارشان لذت برد. مجله تئاتر امید دارد آغازگر گفتگوی اندیشمندانه این عرصه باشد و لذتی از جنس فهم و فهمیدن را موجب شود. این مجله تخصصی به سراغ مسائل و دغدغه‌های هنرمندان و مدیران فعال هنری خواهد رفت که همیشه پرسشگر و نقاد بودند و قصد دارد با مشارکت آنها مسائل خرد و کلانشان را به گفتگو بنشیند و نقد کند، به امید اینکه پشتوانه‌ای شود تا این هنر بیش از پیش و با قدرت به پرسشگری از مسائل مختلف دینی، هویتی، سیاسی، اقتصادی و جهانی انسان مسلمان ایرانی بپردازد و گامی مؤثرتر در مسیر روبه رشد ایران اسلامی بردارد. و امید است هنرمندان، مدیران و فعالان این عرصه فرهنگی با همراهی هوشمندانه برنامه خودشان و با نقد پذیریشان همچون هنری که با آن زندگی می کنند نمونه مثال زدنی برای دیگر عرصه های فرهنگی شوند انشاءالله. با این امید و بیاری حق اولین شماره مجله تخصصی تئاتر منتشر می شود. مبارک باشد بر همه هنرمندان، مدیران و مردم علاقمند. بعد از یک سال بالاخره رئیس تئاتر شهر مشخص شد و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد حکم آقای سید صادق موسوی رو واسه ریاست تئاتر شهر زد. با توجه به لیست مدیرایی که تئاتر شهر داشتیم، از مجید جعفری گرفته تا آقای شریف خدایی، آقای خسرو نشان، هر کدوم تو دورهای مدیریتیشون تحولاتی داشتن. مثلا دوره آقای نشان بودش که بحث شورایی شدن مدیریت تئاتر شهر مطرح شد، یا بعد از اون که آقای رایانی اومدن بحث بازسازی تئاتر شهر بود که مطرح شد، و همچنین آقای پارسایی اومدن. البته آقای پارسایی ذره بدشانس بودن چون که بحث این گودبرداری و ریزش تالار قشقایقی و ریزش تالار بودش که باعث شد یه مشکلاتی واسه تئاتریا به وجود میاد، و بعد از اون محمد حیدری و حالا سید صادق موسوی. حالا بعد ببینیم که سید صادق موسوی تو دوران مدیریتش چیکار میکنه. آیا بعد از یک سال معطلی تئاتریا که ضربه خوردن میتونن با وجود آقای موسوی بخشی از مشکلاتشون رو حل کنن یا خیر؟ خانم پناهگذار، شما اشاره کردید به شورای اداره شدن مجموعه تئاتر شهر. حالا من میخوام یک نکته ای رو خدمت همه شما دوستان عزیز و بینندگان عزیز عرض کنم. اونم اینه که قراره یک شورای انتخاب 5 نفره ای انتخاب آثار مجموعه تئاتر شهر رو در کنار سید صادق موسوی به عنوان مدیر مجموعه تئاتر شهر بر عهده داشته باشه. به زعم خیلی از کارشناسا و صاحب نظرهای تئاتری، شورای اداره شدن تئاتر شهر تجربه خوبی نبوده. حالا باید ببینیم که این تجربه جدید، یعنی شورای انتخاب آثار، چگونه میتونه جواب بده. و حالا اگه مایل باشید سری بزنیم به جشنواره تئاتر دانشگاهی. امشب جشنواره 14ام تئاتر دانشگاهی کار خودش پایان داد. و اما چرا به تئاتر دانشگاهی به عنوان پلی برای رسیدن به تئاتر حرفه‌ای نگاه میشه؟ به زعم خیلی از کارشناسا تئاتر دانشگاهی یکی از حوزه‌های مهم تئاتر هر کشوریه. در ایران هم تو سال‌های گذشته شاهد این بودید که همیشه تئاتری که ازش به عنوان تئاتر حرفه‌ای یاد میشه همیشه تحت تأثیر تئاتر دانشگاهی بوده. اما متأسفانه اتفاقی طی سال‌های اخیر افتاده که به زعم کارشناسای تئاتری این اتفاق هم منبعث از خود حوزه دانشگاه است، هم دانشجویان تئاتری، و اون هم نگاه به تئاتر دانشگاهی به عنوان پلی برای رسیدن به تئاتر حرفه‌ای. این اتفاق باعث میشه که تئاتر دانشگاهی دیگه اون جسارت، خلاقیت و نوآوری رو نداشته باشه و ما شاهد تکرار آثاری باشیم که تو تئاتر حرفه‌ای دارن به صحنه میرن و همون آثار حالا توسط دانشجوها دارن میان و در تئاتر دانشگاهی اجرا میشن. یکی از اتفاقایی که تو هفته گذشته ما شاهدش بودیم، اتفاقای ناگوار تئاتر، بیماری آقای افشار و بستری شدن سعدی افشار در بیمارستان بود.
سعدی افشار رو همه ما میشناسیم دیگه، ایشون از در واقع تنها بازمانده نسل طلایی سیاه بازی هستن که بارها خنده رو روی لبای ما و حتی پدر و پدر بزرگای ما به جا گذاشتن. آقای سعدی افشار شامگاه دوشنبه 19 اردیبهشت در حالی به بیمارستان منتقل شد که چند قسمت از لگن و پای راست ایشون شکسته شده بود و 3 روز بیخبر در منزلش در همون شرایط مونده بود. بعد از 3 روز بیخبری دوستان و همسایه های آقای افشار که نگران وضعیت حالش شده بودن با حضور نیروی انتظامی وارد منزل ایشون شدن، در رو شکستن و وارد منزل ایشون شدن و متوجه شدن که چه اتفاق ناگواری براشون رخ داده. هرچند که مدیران و مسئولان نمایشی همه هزینه های درمانی آقای افشار پرداخت کردن، اما خب من فکر میکنم باید یه پیشنهاد بهشون بدیم که بهتر علاج واقع رو قبل از وقوع کنن، یعنی بهتر پیش از اون که هنرمندای ما، پیشکسوتای ما به این شرایط دچار این اتفاقا بشن، یک شرطی برای نگهداریشون، شرط بهتری در نظر گرفته بشه، بهشون سر زده بشه و فقط نذارین وقتی توی بیمارستان هستن در واقع ازشون دیدن کنیم. و یه نکته جالبم این اتفاق داشت این بود که وقتی که مسئولین رفتن دیدن آقای افشار، زودتر از مسئولین خبرنگارا و دوربین های رسانه ها بودن که اونجا حضور داشتن و پوشش خبری قابل توجهی شد در مورد این عیادت مسئولین از آقای افشار، خیلی در سطح گستردهی پوشش خبری داده شد. تماشاخانه سنگلج تماشاخانه 46 ساله تهران قراره که گسترش پیدا بکنه. روز دوشنبه خبرنگاران تئاتر مهمان اتابک نادری مدیر این تماشاخانه بودن که همراه با عزت‌الله انتظامی درباره طرح گسترش تماشاخانه سنگلج بهشون توضیحاتی رو ارائه کردن. توی این نشست آقای انتظامی به این مسئله اشاره کرد که تماشاخانه سنگلج هم یک تئاتر دولتیه و هم دولتی نیست و از این نظر شبیه تئاترهای لاله‌زاره. اون البته نسبت به این قضیه هشدار داد که ما نباید کاری بکنیم که تماشاخانه سنگلج هم به وضعیت تئاترهای لاله‌زار دچار بشه. آقای انتظامی به موضوعات دیگه‌ای هم اشاره کرد، اینکه از سالها پیش بحثی مطرح بوده مبنی بر این که ساختمان کناری تماشاخانه سنگلج که یک ساختمان اداری و متعلق به شهرداری تهران در اختیار این تماشاخانه قرار بگیره و اما با در اختیار قرار گرفتن این ساختمان کناری میشه موزه تئاتر تهران رو راه اندازی کرد تا جایی برای جمع‌آوری و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به تئاتر داشته باشه. تئاتر در دایر حداقل 4 یا 5 تا گروه تئاتری هست، گروه تئاتری که با دیدگاه و افکارات مختلفی دارن کار میکنن و شاید هیچ کدوم از این شهرهایی که توی استانمون هست و شاید توی کل کشور اینجوری به این شکل نیست که مثلا تئاتر بخواد درش به این همه دیدگاه‌های مختلفی برسه. Thank you.
یکی هر استعدادی داره مال خودشه. کلاس ها درسته که برگزار نمی کنن، یعنی کسی نمیاد آنچنان برگزار کنه، ولی هر کی استعداد داره مال خودشه. کار موثری رو که تونستیم انجام بدیم ساخت پلاتوی نمایش با حضور جناب آقای شفیع مدیر کل محترم فرهنگ ارشاد اسلامی و همکاری فرماندار محترم جناب آقای خسروی که انشالله مکان بسیار خوبی رو برای حضور هرچه بهتر هنرمندان عزیزمون در عرصه نمایش خواهیم داشت. اینجایی که مشاهده میکنید مکان ساخت پلاتوی جدید نمایش در دیر هست که چند روز پیش کلنگ این پلاتو رو زدند و ما امیدواریم که در سال 90 نیز شاهد افتتاح این پلاتو باشیم در انشالله در شهر دیر. شرکت در جشنواره اوکراین، مهلت ارسال اثر یا گرفتن فرصت بازبینی برای شرکت در جشنواره هنری اوکراین تمدید شد. ضرب العجل جشنواره که قرار بود همین روزها به پایان برسد، حدود یک ماه دیگر تمدید شده است. این جشنواره میزبان آثار نمایشی کوچک و کم خرج خواهد. مرگ یک نمایشنامه نیست. تام جیمز، نمایشنامه نویس شهیر بریتانیایی و خالق آثاری چون فرشته آبی، پیاف و استنلی در سن 85 سالگی درگذشت. وی نامزد جایزه تونی بود و آثارش با موفقیت زیادی در تئاترهای برادوی مواجه شده بودند. از دیگر آثار مشهور او میتوان به اقتباسی از مرد دریایی اثر چخوف اشاره کرد. اسپایدرمن در اوج. در پایان این هفته در تئاتر برادوی اسپایدرمن با یک جهش ناگهانی توانست به فروش 809 هزار دلاری دست پیدا کند که این میزان فروش برای این تئاتر آغاز امیدوار کننده است. تئاتری ها هم هری پاتر را پسندیدند. دانیل رادکلیف، بازیگر مشهور نقش هری پاتر در سری فیلم‌های کمپانی برادران وارنر، این روزها با نمایش چگونه موفق شویم برادوی روی صحنه است. وی چندی پیش با یک رأی‌گیری اینترنتی از سوی تماشاگران تئاتر برادوی به عنوان بازیگر محبوب امسال شناخته شد. تئاتر خیابانی روسیه. جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی روسیه فراخوان خود را برای دوره جدید اعلام کرد. مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا حدود یک ماه دیگر به اتمام می‌رسد. در این جشنواره تنها آثار تئاتر خیابانی از طریق هیئت انتخاب پذیرفته خواهند شد. در این جشنواره تنها آثار تئاتر خیابانی از طریق هیئت انتخاب parce que parfois on glisse dans l'automatisme, non? Et ça c'est dangereux. Je trouve qu'il faut être réveillé tout le temps sur ces sujets-là en particulier. En fait, quand بعضی وقتا به مرور زمان انقدر کار می‌کنیم که سر می‌خوریم توی یه اتوماتیسمی، ولی باید همیشه برگردیم نسبت به این موضوعا صحبت بکنیم.
در زبان در واقع همیشه یک مبنای کلامی که یک مبنای گفتگویی که تماشاگر رو تحت تاثیر قرار میده. اگه برای تئاتر یک سمت و سوی شاعرانه بخوایم تصور بکنیم، این سمت و سوی شاعرانه فقط به خاطر مقوله زمان در تئاتر. زمان رو میتونیم مثل یه فضای معماری، مثل یه جون معماری تصور و همینطور میتونیم به مثابه اون مسیر، اون راهی که شما با خودتون تماشاچی رو میکشونید و میارین تصور بکنید. کیفیت زمان مسلماً با المان‌های مختلفی ساخته میشه، مثلا درجه حرارت یک سری اکشن ها، صحنه های مختلف به طور ناگزیر، حرکت بازیگرا، حرکت هر بازیگر و حرکت بین بازیگرها، همه اینا هستن که زمان و همینطور حرکت های خیلی فروکاسته شده و کوچیک هر بازیگر به تنهایی است که زمان رو بسازه. کوچکترین حرکت هایی که یه بازیگر میتونه انجام بده، حتی حرکت انگشتاش هستن که زمان رو بسازه. یه ساختار خیلی عظیم دیگه در رابطه با زمان سکوته. در سکوت ما حس بسیار قوی تری از زمان داریم. وقتی به متن داریم گوش میکنیم، وقتی متن وجود داره، متن مثل یه ساعت مچیه. متن مثل جلو بردن زمان اینطوری ثانیه به ثانیه. زبان برای من یک وسیله ایه که ریتم باید با این میان در اون میان شکل بگیره، حرکت ها، جست ها باید در این میان شکل بگیره. انگار که زمان در واقع مجسمه ایه که باید با ریتم ساخته بشه. تأکید میکنم که حتما تفاوت قائل بشید بین ریتم و سرعت. در واقع ریتم برای من گوناگونی اتفاقهای صحنه است که ریتم رو شکل میده، نه سرعتشون. در واقع یک مسئله دیگه که فکر میکنم با اون میشه زمان رو درست کرد، به وجود آوردن اتفاقهای روی صحنه است که به طور الزامی تماشاگر اونها رو نمیبینه و اینجا در واقع یک جور شاید کمبود دقت یا کمبود در واقع داشتن جزئیات وجود داشته باشه. تماشاچی در واقع کل نمایش رو باید به مثابه یه پانوراما ببینه و در واقع اگر که در یک بازه‌های زمانی ما اتفاق‌های خیلی کمی داشته باشیم، تماشاگر رو مجبور می‌کنیم که به جزئیات حالا دقت زیادی بکنه. بنده کارگردان نمایشنامه خانم چوم مهتابی هستم که هر شب در تالار چارسو مجمع تئاتر شهر ساعت 19:30 دقیقه اجرا میشه. این نمایشنامه آخرین اثر زنده یاد اکبر رادی است که از بزرگترین نمایشنامه نویسان ایران زمین هست. اگه بخوام خلاصه این نمایشنامه رو خدمتتون بگم، طوری که هم زیاد لو نره و هم در این حال یک تصور کلی از داستان داشته باشید، به این شکل است که یک پیرزن 80 و چند ساله در خانه سالمندان در تنهایی خودش داره خاطرات گذشته رو مرور میکنه، ولی این خاطرات گذشته در واقع فقط خاطرات گذشته اون نیست، بلکه بخشی از تاریخ ماست. این تاریخ 100 ساله ایران، به خصوص تا اونجا که به مسئله زن مربوط میشه، از قشرها و طبقات مختلف در این خاطرات خودشون رو نشون میدن. و بعد ما میبینیم که در خانه سالمندان فقط این پیرزن و پرستارش نیست، بلکه تمام این شخصیت‌ها و آدم‌هایی که در گذشته ظاهراً زندگی می‌کردن وارد این خانه میشن و هر کدوم داستان خاص خودشون رو دارن که به گونه‌ای تمام اینها به قول خود این پیرزن خانجون یک تابلوی رو به ما میده، یعنی تیکه‌های جدا افتاده از یک تابلوی هستن که خانجون سعی میکنه این تابلو رو، این تیکای مختلفش رو کنار هم قرار بده تا بتونه اون تصویر کلی که از گذشتهش و زمان حالش هست دریافت کنه. ما وارد زندگی یک زوج اشرافی میشیم که اواخر زمان قاجار هست، همینطور وارد زندگی یک زوج کاملا از طبقه پایین و زحمتکش میشیم و در این حال وارد زندگی یک زوج نویسنده و هنرمند هم میشیم. ما از قشرها و طبقات مختلف نمونه هاش رو در این اثر میبینیم و پیوند دهنده تمام این شخصیت ها
همین پیرزن خانجون هست که کمی دچار فراموشی است، کمی در واقع غرق در گذشته ها و خاطرات، و امیدوارم که فرصت بکنید تشریف بیارید و این نمایش رو کاملتر، نه به این شکل این خلاصه که من گفتم، با تمام جزئیاتش، با دکور و نور و لباس و موسیقی و اون به اصطلاح پایان نمایش که هنوز لو ندادم، همه رو با هم ببینید. خیلی متشکرم. اینکه یک سری در واقع نشانه هایی رو شما به متن اضافه کردید و یک خانشی رو شما ارائه میدید از متن، که این خانش با نگاهی که آقای رادی مخصوصا توی روایت داره فرق میکنه. یعنی اینکه توی نمایشنامه آقای رادی راوی خانم جونه و در واقع به عنوان شخصیتی که همه چیز از ذهنش میاد بیرون ما میبینیم این چیزا رو. حالا میتونیم بیشتر هم درباره این قضیه صحبت کنیم فعلا، چون دوستان به من گفتن که خیلی کوتاه باشه سوالات. چجوری شد که حالا نمیدونم چقدر اصلا با این خودتون موافقید که راوی رو تغییر دادید؟ الان همه راوی هن، یک جورهای همه دارن تو دنیای هم وارد میشن و ما یک کلان راوی داریم که به احتمال زیاد کارگردان کاری که داره دنیای همه این آدم ها رو روایت میکنه. درسته. خب ببینید، من این امکانات رو توی متن دیدم که میتونه به این سمت بره، طوری که حرکت کنی را بشینی. چایی آوردیم برای آقای؟ خیلی عرض کنم خدمتتون، من به هر حال طی این سالا که کار کردم یک جور شیوه کارگردانی و فضاسازی خاص خودم رو پیدا کردم و وقتی این نمایشنامه آقای رادیو خوندم حس کردم که این امکان کاملا به کارگردان میده که از خلاقیت یا ایده‌ای که داره استفاده کنه بدون اینکه محتوای متن لطمه ببینه. چون تمام صحبت شما کاملا درست است، به خاطر اینکه توی متن تنها راوی این پیرزن 80 و چند سال است، ولی از اونجا که وقتی ما متن رو میخونیم متوجه این نکته میشیم که نویسنده یعنی آقای اکبر رادی در این حال خواسته بگه که این خانجون، این پیرزن، همه زن هاست. بله. و در نتیجه داستان این زن ها و در واقع زوج های مختلف با داستان خانجون عجین میشه توی متن. واقعا این هست، چون ما میبینیم که خانجون بعضی وقتها به عنوان کاراکترهای دیگه صحبت میکنه. درست. و در نتیجه من هدف این بود که هرچه بیشتر در هم تنیده بشن. بله. این روابط، این شخصیت ها و این داستان های مختلف طوری تنیده بشن در هم که مرز بین واقعیت و تخیل تا حدودی برداشته بشه و ما یک آن در واقعیت هستیم و یک آن دیگه در دنیای ذهنی خانجون هستیم. این توپخ‌های ذهنی هم این که یهو شخصیت ها جای هم دیگه صحبت میکنن کاملا اینم هم در همون راست هست. بل. که این شخصیت ها میتونن همون شخصیت ها باشن، یعنی یک زن بی سواد از طبقه پایین که گلین هست میتونست ماهروی به اصطلاح روشنفکر و نویسنده بشه. درست. یا اون شازده قاجار که اینقدر به اصطلاح لفظ کلام صحبت میکنه و بس خیلی مؤدبانه و این هاست، یه دفعه از درونش یک شخصیتی که همون آموتی چاکن هست میزنه بیرون توی لحظه که انسان پتانسیل و در واقع توانایی هر چیزی شدن رو داره. درست. و در این حال انگشت بذارم روی نقاط مشترک این افراد به ویژه زنها. این بود که همه اینا راوی شدن. درست. چون یک داستان کلیتر وجود داره که از داستان تک تک این زوجها مهمتر و بزرگتر و اون داستان انسانه. بل. داستان زن ایرانی یا داستان زوج هاییست که میبینید. یک اتفاق دیگه که میفته و این وجود اون راوی کلان بیشتر خودشونشون میده، یه چیزهایی هستش که توی متن مرحوم رادی اینها رو در واقع به صورت کلام نوشته که خانجون مخصوصا اولش داره تعریف میکنه کیا دیدن من اومدن و نمیذاشتم من شیرینی بخورم و اینا، و شما اینا همه رو نمایشی کردید. در واقع این به نمایش در از اون فضای در واقع دایجستیسش تبدیل شدن به اون فضای مایمسیس، این در واقع نمایشی شدنه هم باز نشون میده که ما از بیرون و در واقع از یک نگاه راوی کلانتر داریم قضیه رو نگاه میکنیم. کاملا همینطوره، یعنی
توی اغلب کارهای من این تعادل بین در واقع عقل و احساس، درست، یا به قول خود شما تعادلی که بین نیروی آپولونی و نیروی دیانیزوسی وجود داره من سعی کردم داشته باشم، یعنی نه این که مخاطب اونقدر غرق شخصیت ها نشه که قضاوت منطقی و عقلانیش کنار بره و نه اونقدر جدا و دیتچ باشه از وضعی که میگذره که فقط بخواد با فکر قضاوت کنه و در لحظاتی تحت تأثیر احساس قرار بگیره، ولی همواره این قدرت رو داشته باشه که خودشو کنار بکشه و قضاوت کنه. برای که این امکان قضاوت به مخاطب داده بشه لازم هست که یک نگاهی از ورای تمام این شخصیت ها به کار داشته باشه که یادآوری کنه که شما همه اینها رو دارید میبینید، جدا جدا میبینید، ربط اینها رو با هم پیدا کنید یا این پازلی که ساخته شده پیدا کنید. پازلی است که خانجون خودش میگه سالها دارم تلاش میکنم تیکه های این تابلو کهنه و عتیقه رو کنار هم بچینم ولی نمیشه. درست. ما همین فرصت رو به مخاطب میدیم که نه فقط از دید خانجون به مسائل نگاه کنه بلکه خودش دارای یک دید مستقل بشه برای کار. آقای دکتر، یک اتفاقی که توی صحنه‌تون میفته در واقع نوع چینش وسایل و اینکه این در واقع هر کدوم از این وسایل، حالا در واقع اون چارچوب، پنجره و آینه، اینا هر کدومش توی نمایشنامه مرحوم رادی یک اشاره‌ای داره به هر کدوم فضاسازی در واقع مشخصی که برای هر کدوم از داستان‌ها داره اتفاق میفته. این چینش در هم شما هم برای من جالب بود، یعنی اینکه این به اون آمیخته شدن این فضاها کمک می‌کرد، اینکه اینها خیلی جدا از هم نیستن. مرحوم رادی با یک خواب اینا رو هم اصلا جدا میکنه که شما هم اون رو حذف کردید و فکر میکنم خیلی به ریتم کار کمک کرده و ریتم و موجستر و از حالت ادبیش خارج کرده، یه مقدار به نمایش بیشتر نزدیک کرده. درباره نوع چینش میزانسناتون هم اگه بفرمایید من ممنون میشم، چون این درهم بودن وسایل و خود رفت و آمد آدم ها با هم دیگه فکر میکنم این درامیختگی رو بیشتر عیان میکنه. کاملا حقیقتش آنچه رو که شما در اجرا دیدید و این چیدمان صحنه‌ای از داخل تمرین ها شکل گرفت، یعنی معمولا ما وقتی کار میکنیم تمرین هامونو با یک فضای خالی شروع میکنه و بعد بر حسب نیاز اونچه که لازم هست رو وارد میکنیم. خب مسلما توی متن آینه ای هست، پنجره ای هست، مثلا اون قاب وجود نداره در متن که ما این قاب رو از داخل دیالوگ هایی که گفته میشه اونجا گذاشتیم. این یه عکس خانوادگیه که مثلا بزرگش کردیم که تماشاگر خیلی خوب بتونه این رو ببینه. این شیوه سیال ذهن در واقع که من حس کردم در کار وجود داره، درست، یعنی حس کردم که آقای رادی شاید برای اولین بار در حرفه خودشون با یک ذهن سیال این متن رو نوشتن که زمانها با یک اشاره عوض میشن، درست، حتی مکان با یک دیالوگ عوض میشه. من سعی کردم که این سیالیت رو در اجرا حفظ کنم و برای که این حفظ بشه دیدم که لزومی نداره که ما صحنه ها رو تفکیک کنیم، بله، که نور صحنه خاموش بشه دوباره، درست، روشن بشه، وسیله آورده بشه. در واقع اگه توجه کرده باشین در این نمایش که نزدیک به 1:45 هست حتی یک بار ما تاریک صحنه رو نداریم، یعنی به محض که شروع شد دیگه تا 1:40 یا 45 این نمایش ادامه پیدا میکنه و هیچ، در حالی که تو خود متن بارها صحنه عوض میشه، یعنی صحنه تاریک میشه دوباره مثلا خوابها به صورت مشخص تفکیک میکنه، خوابها همینطور، ما خوابها رو حتی تمرین هم کردیم که بگذاریم، درست، ولی به این نتیجه رسیدیم که ضرورتی نداره اگر که ما بتونیم اون به اصطلاح فضای کابوسگون، خوابگون رو حاکم کنیم به کلیت کار، که سعی کردیم این کار رو بکنیم و از لحظاتی از اون خوابها هم استفاده کردیم. میخواستم بپرسم برای چه اومدین تئاتر رو ببینیم؟ تئاتر رو تو تئاتر شهر دیدیم، اومدیم تو سایتش دیدم اومدم ببینیم. در مورد کارهای قبلی کارگردان یا نویسنده چیزی نمیدونست؟ من نه. برای چی باید تئاتر رفتید؟ حالا این تئاتر
ذهنیت خاصی ندارم رو این تئاتر. با دوستان اومدیم، دیده بودن، تعریف کردن. روایت قبلیش هم از آقای مرزبان بود ظاهرا، اونو به هر صورت تعریفش شنیده بودیم، به اون نرسیدیم، اومدیم اینو ببینیم. من هم در واقع پیشنهاد کردم که این تئاتر رو ببینم، چون دوستان خودشون اهل تئاتر و سینما هستن، در واقع به نگاه کارشناسشون اعتماد کردم و اومدم که ببینم. نه، هیچ اطلاعی نداشتم. اسمش رو قبلا شنیده بودم توی جشنواره فجر که یه گروه دیگه‌ای کار کرده بودن. میخوام ببینم یکی هم به هم خوبی هست یا نه. به هر حال نوشته های اکبر رادی همیشه ستودنیه. چند ماه قبل هادی مرزبان کار کرده بود همین تئاتر رو، کار استاد مرزبان خب دیدنی بود. خواستیم ببینیم آقای دلخواه چجوری روایت کرده. گفتن روایت متفاوتی هست از خانم چوم مهتابی. دوست دارم کارشو، کارهای کارگردانشو دوست دارم. کار خیلی خوبیه. بعد اینکه یکی از دوستام توش بازی میکنن، خانم افسون دلخواه. نه اصلا کلا من تئاتر رو نگاه میکنم، چون خودم بازیگر هستم، تئاتری هستم. معمولا سعی میکنم بیام تئاتر رو نگاه کنم، هر وقت آزاد پیدا میکنم میام نگاه میکنم. من معمولا کارهای تئاتر شهر رو میام میبینم، خودم تئاتر کار میکنم. این متن رو دوست دارم، اجرای متفاوتی ازش دیدم و اینکه میخوام ببینم آقای دکتر دلخواه چی کار کرده با این متن. بعد یکی از دوستام هم توش بازی میکنه. هر از چند گاهی میایم تئاتر. این نمایش هم قبلا چیز نمایش نشنیده بودم، ولی خب تجربه نشون داده که بعضی وقتا نمایشایی که آدم خیلی براش آشنا نیست در نهایت بیشتر رضایت آدمو جلب میکنه تا یه نمایشای معروف. قصه آقای رادی رو خوندم قبلا، بعد اجرای قبلیش هم دیدم که البته مال ایشون نبود، آقای مرزبان اجرا کرده بود. میگن این اجرا از اون اجرا بهتره. حالا کار آقای رادی رو خوندیم، کار آقای مرزبان هم دیدیم، گفتن این بهتره. کلا ما اینجاییم دیگه، 1,000,000 نفر تو ایران تئاتر میبینن، 1,000,000 نفر همه تئاترا رو میبینن. برای من این سوال اصلا سوال اشتباهیه. خودتون تئاتر رو میبینیم دیگه؟ خودتون بچه تئاتری؟ نه، علاقمندی. تو این چند روز هم که ما اومده بودیم تهران برای سفر کاری، دیگه دیدیم فرصت خوبیه که بتونیم یکی از کارهای آقای رادی رو بیاییم و تماشا کنیم و لذتش هم ببریم. در واقع خانجونی که باید متوجه ملاقات کننده هاش شده باشه که آمدن دیدنش، خواهرش، خواهرزاده، شوهر خواهرش، ولی انگار اینا رو ندیده. چرا؟ چون تو دنیای خودش بوده. این دنیای خودش از کجا وارد میشه به طور بصری برای مخاطب؟ از اون قاب. چرا؟ اون قاب نشونه خاطراته، یک عکسه، عکسی که گذشته 60-70 ساله خانجون درش خابیده و با شروع نمایش ما بیدار میشه با اون صدایی که شما گفتیم. اون قاب از هم باز میشه. بله. من حتی خیلی دوست داشتم اگه امکانش بود این قاب ترک بخوره و باز شه و اینها از توش بیان بیرون. هم و همونطور که میبینی اینا اغلب خاکالود هستن توی صحنه. در نتیجه پیداست که اینا از یک گذشته‌ای خاکالود گرد گرفته دارن وارد. البته من با این خاکه خیلی ارتباط برقرار نکردم. یعنی وقتی که نشانه ها اینقدر شکل استعاری درستی دارن تو کار شما، اون صدا و در واقع خود قاب، شکل بالا درباره میزانسن حرکت بازیگر، میزانسن و حرکت بازیگر هم صحبت میکنم، اون خاکا خیلی چیز میکرده، انگار یک جورهایی توجیه کردن تماشاچی. خب ببینید شما کاملا درست میگید برای قشری از تماشاگرها که نیاز به اون خاک گرفتگی نداشتن، ولی به نظر من برای تماشاگر عام خیلی به شکل بصری کاملا متوجه میشد که اینا مثل که از گورها برخواستن و دارن میان، مثل اینکه اینا از قبرشون خاک‌آلود دارن میان. مسلما برای کسی مثل شما این اضافه بود و افرادی که به هر حال تحصیل کرده هستن همون نشانه کافی است. ولی من برای که یک ارتباط عمیق‌تری و بیشتری با مخاطب خیلی عام که ممکنه زیادم تئاتر نره ولی بیاد این تئاتر رو ببینه، با اون رابطه برقرار کنیم، این رو هم اضافه کردیم که به اصطلاح و از نظر زیبایی شناسی صحنه خودمون دوست داشتیم. دوست داشتیم تصاویرشو. بله. ضرر نمیزنه، زیباست. البته اگه زیاد نشه خاکش که تماشاگر رو اذیت کنه. آقای دکتر یه اتفاقی میفته باز توی کار درباره بیشتر توی میزانسن ها، اینکه خانجون رو بیشتر شما نشوندید روی در واقع ویلچر یا صندلی چرخداری که دارید روی صحنه و آدم های دیگه خیلی در واقع روی این شخصیت به نظر میاد که
واژه سوار بودن رو شاید حالا خیلی قشنگ نباشه الان به ذهنم زد، ولی در واقع حضور دارم بالای سر این آدم دائم چیز میکنم و انگار این آدم رو توی مشت خودشون گرفتن و دائم دارن این رو له میکنن. این علارغم اینکه بازی رو شاید سخت میکنه برای خانم بیات، چون باعث دیگه از یک سری امکانات حرکتی چشم بپوشن و بازیگران دیگه دارن دائم حرکت میکنن، فکر میکنم که این تبادل هم توی کار شما جالب بود، یعنی اینکه هجوم باز این آدم ها بیشتر به چشم میومد. کاملا، و همینطور که خودتونم اشاره کردین در واقع این هجوم خاطرات هست که نمیتونه ازشون فرار کنه و به نوعی دارن له میکنن این فرد رو. ما حقیقتش با دراماتورژی که کردیم، یعنی با تقسیم بندی مونولوگای خانم بیات یا خانجون، در ما اینو تکثیر کردیم، پخش کردیم در سراسر نمایشنامه و بازیش خیلی سخت‌تر شد. بله. یعنی خیلی راحت بگم که اگه خانم بیات می‌خواستن درست عین متن بازی کنن و اجرا کاملا وفادارانه باشه به ساختار متن، براشون خیلی راحت‌تر بود. ما همه این اتفاقا رو انداختیم که نزدیکتر بشیم به اون فضای خوابگون و کابوسوار که توی متن موجود داره، و کاملا هم درست میگید که این شخصیت در واقع گذشته یک جوری بر زمان حال غالب میشه، حاکم میشه، و یا بعض وقت ما هر دو رو همزمان داریم، یعنی ما این به اصطلاح فلش بک ها یا خاطرات گذشته رو در کنار زمان حال و در کنار آینده که آثارش رو میبینیم، آینده در گذشته، در واقع خیلی دقیق باشیم، ما فلش فوروارد هایی داریم که در گذشته داره اتفاق میفته، ولی آینده است که در گذشته، اون آینده هم گذشته برای ما، ولی وقتی که ما میبینیمش هنوز نگذشته. بله. آقای دکتر، یک شخصیت خانم جان توی متن آقای مرحوم رادی یک حالت بیماری اسکیزوفرنی داره ظاهرا، چند شخصیتی که دائم این شخصیت‌های مختلف تو ذهنش زنده میشن و خودش رو جای اونها میگذاره. فکر میکنم که شما یک فاصله گذاری خیلی آرامی در واقع انجام دادید که خیلی اینها، یعنی شخصیت خانم جان رو به اون حالت اسکیزوفرنی نزدیک نمیکنه. ابتدای بحث هم اشاره کردم بیشتر خودش هم انگار از جنس همین آدم هست، یعنی حل میشه توی این بود شخصیتیش رو. این تصمیم کاملا آگاهانه بود، یعنی ما حتی تمرین هایی داشتیم که خانجون رو خیلی به قول شما اسکیزوفرنیک یا شیزوفرنی ببینیمش، ولی من به این نتیجه رسیدم که سبک کار اصلا عوض میشه، یعنی نوع رابطه که من میخوام مخاطب برقرار کنه شکل دیگه ای به خودش میگیره، شاید بار عاطفیش خیلی ممکنه سنگین تر از اونی که میخوام بشه. در نتیجه ما پریشانگویی خانجون رو داریم، درست، به خصوص در صحنه آخر این پریشانگویی ها هست، اما در اون حد نیست که تماشاگر اون رو یک آدم بیمار ببینه، چون حرفایی هم میزنه که کاملا برای ما قابل درک هست اگر که ما خوب دقت کرده باشیم به حرفایی که از اول زده تا الان. این یه تصمیم بود که عمدن در واقع گرفتیم که خانجون خیلی به سمت بیمار شیزوفرنی نره، ولی آثاری از اون، حتی آثاری از یک از آلزایمر خیلی کوتاه، ولی نه آلزایمری که کامل شده، میبینید این لحظات هم داره که تماشاگر ممکنه فکر کنه مثل که خانجون فراموشی، دچار فراموشیه، و مهمترین مسئلهش اینه که ملاقات کنندگانی داره که اومدن پیشش و ما میبینیم تماشاگر اینا رو میبینه ولی خانجون نمیبینتشون، چون وقتی که تموم میشه اینا رفتن میگه کی اومدن کی رفتن. درست. خب این نوع فراموشی هست، ولی ما نخواستیم رو اون خیلی تاکید بکنیم. یک اتفاق که میفته تو این توی متن هم هستش و من توی کار شما هم دیدم، از گذشته که قصه ها شروع میشه طول دیالوگ ها بیشتر هست، آدم ها آرام تر با هم حرف میزنن، هر چی جلوتر که میایم و به فضای امروز نزدیک میشیم، خب توجهی که خب به هر حال این استادی مرحوم رادی هستش در نوشتن دیالوگ، واقعا من فکر می کنم زبانشون توی این اثر یک زبان بسیار خود ویژه و درستی است، هر چی که داریم جلو میایم طول جملات کمتر، ریتم پرشتاب تر و این فضاهای مختلفی که با زبان ایجاد میشه. توی کار شما هم این اتفاق میفته،
در واقع با عمل، یعنی میز جنس میزانسن ها و جنس حرکات بازیگران در ابتدا به هر حال کندتر هست، ولی کندیش اونقدری نیستش که گپ ایجاد کنه یا در واقع تضاد ایجاد کنه بین در واقع سه تابلوی بعدی که ما میبینیم. این هماهنگی رو شما چجوری انجام دادید؟ یعنی اینکه به هر حال از اون فضای آرام که تو خیلی گذشته است میاد یه مقدار جلوتر به آموتی میرسیم و بعد در واقع قصه نقاش و زن نویسنده. من تصوری که داشتم از حرکت ریتم در این نمایشنامه یک قطار بود که میخواد شروع کنه به حرکت و حرکت میکنه و کم کم سرعت میگیره تا به اوج میرسه. یه ایستگاه‌هایی هم هست که باید توقف کنه این قطار و دوباره شروع به حرکت بکنه. با این تصور این ریتم ایجاد شد و فکر میکنم که آقای رادی حقیقتاً همطور که شما اشاره کردین پختگیش در کلام رو اینجا ثابت کرده. بله. که کاملا به زبان و ادبیات فارسی مسلطه. در واقع سه جنس زبان یا سه نوع زبان ما باش سر و کار داریم در طول این نمایشنامه و کمتر نمایشنامه نویسی در ایران داریم که تا این حد تبحر و تسلط بر ادبیات و واژه‌های فارسی داشته باشه. بله. که خیلی خوب و زیباست. بعضی وقتا که ما می‌خواستیم کوتاه کنیم بعضی صحنه‌ها رو دلمون نمی‌اومد چون درست. از نظر ادبی خیلی زیباست. بله. برای خوندن، ولی ما مجبور بودیم به خاطر اینکه ریتم کار رو حفظ کنیم و جنبه نمایشی اجرامون رو تقویت کنیم یک بخشی از اون رو باید کنار می‌ذاشتیم با همه زیبایی که داشت. و این ریتم حقیقتا این سه تا زبان داره سه ریتم مختلفن. دیالوگ های بین گلین و آموتی خیلی جا به شعر نزدیک میشه، یه موزیکال میشه در واقع، یعنی دارای یک موسیقی است این بدبستون هایی که بین این زن و شوهر صورت میگیره و همه اینا از زیبایی های در واقع کلامی این اثر هست. ما سعی کردیم که از طریق تصویر هم بتونیم این رو تکمیل کنیم تا اونجایی که میشه، چون به هر حال استایی نداره آقای دکتر کلام، یعنی کلام توی این نمایشنامه به گونه ای هست که دائم رو به جلوه و اون حالا یکی از خصلت های دراماتیک گفتگو نویسی که نباید متوقف کنه نمایش رو و دائم به جلو ببره، این توی این کار خیلی دیده میشه. دقیقاً. و بعد چطور حالا اینو روی صحنه ما بیاریم؟ من دیدم که همون مسئله ذهن سیال که گفتم خب اجرای ما بدون توقف باید باشه، شاید مثل یک رودخانه‌ای که داره میره. درست. ما نمیتونیم جلو این رودخانه بگیریم بگیم خب حالا دنبالش رو از اینجا ببینید. در نتیجه سعی کردم من این سیالیت در ریتم و حرکتی که اجرامون شروع شده تا پایان به شکلی باشه. نمیخوام ادعا کنم که به بهترین شکل مثلا انجام شده، ولی در حد به اصطلاح توانی که گروه و خودم و زمان تمرین که داشتیم فکر میکنم رضایت خاطر به اصطلاح خودمون و اغلب تماشاگران رو به دست آوردیم، یعنی فکر میکنم موفق بودیم در این که ما این سیالیت رو تا حدودی در اجرا حفظ کنیم. درسته. یک دفترچه‌ای هست توی نمایشنامه که دائم بهش تاکید میشه و این اون در واقع راوی بودن خانم جان رو بیشتر چیز میکنه. شما اون رو هم کم رنگ کردید. باز اون کم رنگ شدن این دفترچه چند بار میبینیم دست پرستار هستش که داره میخونه یا زمانی که دست ماهروه مثلا بله داره چیز میکنه مینست. ولی یه مقدار کم رنگ شده و این دوباره باز من فکر میکنم که برمیگرده به اون همون تفکر راوی کلی و در واقع کم رنگ کردن روایت از زبان خانم جان. کاملا. ما اگر که میخواستیم روی این دفترچه خاطرات تاکید بکنیم در نتیجه مجبور بودیم همه چیز رو از دید خانجون نگاه کنیم، چون یه نفر داره خاطرات چون میگه خب طبیعتا اون راوی اصلی هست دیگه. اما ما گفتیم که نه، شما ببینید که یک پیرزنی هست که دفترچه خاطرات داره، ولی فقط این نیست، خیلی مسائل دیگه هم هست و همون اشاره به راوی به اصطلاح کلی تری هست که توی اغلب کار من وجود داره. دکتر شایی بود گفت دفعه چیه بخوری؟ الان بخوری؟ اون چایی بود؟ دوباره دفعه چیه بخوری؟
رفتیم دوان دوان رفتیم به طرف دستشویی بنشین. خب امیدوارم برنامه‌ای رو تهیه بکنید و بسازید که هم هنرمندان رو جذب بکنه، هم هنردوستان رو جذب بکنه، هم برای مردمی که با هنر شاید آشنایی ندارن بیشتر آشنا بشن و رغبت پیدا بکنن به این جایگاه ویژه و ارزنده مقام هنر. خوشحالم که داره این برنامه ساخته میشه، امیدوارم که مثمر و ثمر باشه و اتفاقات خوبی برای تئاتر بیفته. خوشحالم که اتفاقی تحت عنوان مجله تئاتر در حال شکل گیریه و قطعا اتفاق خوشایندی برای خانواده تئاتر و معرفی هنر تئاتر به جامعهمون محسوب میشه. فکر میکنم به هر حال همه مردم ما با مشکلات تاد و مسائلش و هنرمندان این رشته آشنا باشند و رسانه‌های مختلفی هم در عرصه اطلاع رسانی تاد و مسائل و مشکلات اون فعال هستن، اما قطعا شاید خیلی از مسائل و مشکلاتی که ما در عرصه تاد داریم شاید نیاز باشه که به شکل شفافتر بهشون پرداخته بشه. هر گونه فعالیت جدیدی در زمینه معرفی نمایشنامه‌ها، بازیگرها، کارگردان‌ها، طراحان رکورد، طراحان آفیش، سازندگان موسیقی برای نمایش‌ها، هر گونه اتفاق جدیدی که بیفته برای ما در این شرایط فعلیمون غنیمته و باید استقبال کنیم. حتی به نظر من زمانی که خود من حتی کارهای ضعیف رو می اومدم ضعف کار رو بهانه می کردم یا دلیل می گرفتم برای اینکه صحبت کنم راجبش و بگم این کار رو چرا اجازه پخش می دید، الان دیگه این اجازه رو به خودم نمی دم، برای که خود کار ضعیفم چون از یک درون خلاق اومده، از طرف یک کسی اومده که قصدش ضعف نموده، قصدش رشد کار نمایشی بوده، تقویت میکنم و همیشه تایید میکنم. حتی شده کارهای من الان در زمینه حرفه تخصصی خودم در زمینه کار تئاتر دیدم که چون دیدم با عشق و میل صورت گرفته کلیه نقایصش رو کنار داشتم، گفتم ادامه بده و بعد شخص از من پرسیده مگر اشکال نداشت، گفتم چرا، حتی خود من هم اگر امروز کاری انجام بدم این کار خارج از نقص نیست. حتی کارهایی که من امروز انجام میدم و بعد دو سال دیگه به کار انجام شدم نظر میافکنم، میبینم اگر امروز اجرا کنم یه جور دیگه اجرا میکنم. اصلا این طبیعت یک جور دیگر بودن در طبیعت هنر باید باشه. بنابراین امیدوارم هر کسی در زمینه هنری کارهایی میکنه، چه در زمینه خلاقیت های عینی و در هر زمینه دیگری، به نظر من اگر در زمینه هنر باشه و با صداقت انجام دهنده منتها باشه غنیمت و ما باید تشویق کنیم. تبریک میگم، خیلی خوشحالم به خاطر این تولد و امیدوارم که همه شما دست اندرکاران خوب این برنامه تا پایان این جریان همچنان مقاوم و پایدار باقی بمونین و بتونین قدمی برای این جامعه کوچک تئاتری برداریم. من به نوبه خودم بسیار بسیار خرسند و خوشحالم از این اتفاقی که داره میفته. فکر میکنم جزء اولین قدم هایی هست که در این ارتباط برداشته شده، به خصوص در مجموعه صدا و سیما. بنابراین امید همه ما به شما هاست و واقعاً فکر میکنم که این اتفاق ارزنده و بسیار بسیار خوبی است. انتظار داریم که همیشه در جهت تئاتر حرکت کنین، همپای تئاتری ها و نفس به نفس ما این جریان رو ادامه بدیم، پیش ببریم به امید موفقیت و اینکه با اتفاقاتی که حالا پشت پرده جلوی سن میفته همراه ما باشین و بتونیم که
همگی با هم دست به دست هم بدیم و تئاترمون رو همچنان زنده نگه داریم. خب بررسی مشکلات و مسائل تئاتری ها مثل همه رشته های دیگه و همه کارهای دیگه خوبه که توی رسانه ملی گفته بشه، ولی من احساس میکنم اون وقت کل مردم که بیننده این برنامه میتونن باشن در رسانه ملی، ما رو آدمایی میبینن که پر از مشکلات هستیم و نق میزنیم، غر میزنیم و کاری انجام نمیدیم. من بیشتر دوست دارم مجله تئاتر علم تئاتر باشه تا اینکه اخبار، حواشی، دردسرها و درد و دلهای ما باشه با مسئولین. بیشتر طالب این قضیه هستم. با این حال استقبال میکنم از این برنامه و امیدوارم که تولید کنندگان این برنامه به نحو احسن بتونن مطالب رو بیان بکنن برای اینکه اتفاقات و مشکلاتی که وجود داره به گوش مسئولین برسه. من خیلی هیجان زده شدم از اطلاعی که پیدا کردم نسبت به شروع یک برنامه مختص تئاتر در تلویزیون، و فکر میکنم در واقع خانواده کوچک تئاتر میتونه به کمک این امر تبدیل به یک خانواده بزرگ بشه. در واقع اون چیزی که در ماهیت تئاتر باید داشته باشه، نهادینه شدن در جامعه. به هر حال به عقیده من اینی که آدمهایی که تئاتر رو بشناسن، تولید تئاتر رو بشناسن، دانش تئاتری داشته باشن، بتونن شمول حرف بزنن، باید توی این برنامه حضور داشته باشن. یه اتفاق خیلی منفی افتاده توی چند سال اخیر، چهره گراییه. هیچ اشکالی نداره، مردم هنرمندانشون رو دوست دارن، بهشون احترام میذارن، خب براشون کار کردن، زحمت کشیدن، به عنوان یک نقش اومدن، دستشون درد نکنه. اما که قرار نیست راجع به جراحی مغزم هنرپیشه نظر بده که، قرار نیست راجع به اقتصادم هنرپیشه نظر بده که، قرار نیست راجع به مفاهیم پیچیده تولیدم هنرپیشه تئاتر نظر بده بعد هم فکر کنه نظرش درسته. مشکل اینجاست که فکر میکنه نظرش درسته. بارها و بارها ما تو سالهای اخیر متاسفانه از بازیگران مختلف نظراتی رو شنیدیم که غلط بوده. ماشاءالله هر چقدر گنده‌تر میشن نظراتشون بیشتر اشتباهات فاحش‌تره و هیچ کس هم حرف نمیزنه. چرا حرف نمیزنه؟ چون فهم کنن چهرن محبوبن و نباید چیزی گفت. نکنیم این کار رو. یعنی در واقع متولیان برنامه باید متوجه باشن گنجایش یه هنرمند عزیزی که تو زمینه بازیگری داره کار میکنه، خب باید راجب زمینه بازیگری حرف بزنه، راجب این که چطوری یه بازیگر با آسودگی کارشو بکنه، چجوری دستمزدشو بگیره، چجوری اطمینان داشته باشه، چجوری آرامش داشته باشه. نمیتونه راجع به سایر مفاهیم نظر بده چون نمیدونه چطوری اتفاق میفته.